عزیزم مواظب پله ها باش. بیا آروم. دکتر مار بیا عزیزم. دیدنت خوشحالم. متشکرم دکتر. سفری چطور؟ خوب. درست تمام تو قطار بودیم، اما سامانتا دختر خیلی خوبی بود. سامانتا تو چه بزرگ شدی. این کی؟ سارا. پدر بزرگم اینو برای هدیه سال نو به این داد. از دیدنت خیلی خوشحالم سارا. من خیلی خوشگل شدیم. متشکرم. حالش چطوره دکتر مایک؟ حالا که تو اینجایی بهتر میشه. آه مکلاو، داشتم مطالعه میکردم. پرس خوابه؟ خوبه. مایرا دکتر کوکو یادت میاد؟ البته. خب فکر کنم بهتره برم بالا ببینمش. تو برو، من مواظب سامانتا هستم. مطمئنی؟ اشکالی نداره تنها برم بالا و ببینمش؟ آخرین باری که دیدمش فقط درباره جدایی حرف زدیم. خوشحال میشه تو رو ببینه. هر دو با هم میرین. من اینجا پیش سامانتا میمونم. مایوس نشد. برایان اینجا داری چی کار میکنی؟ فکر میکنم. فکر؟ درباره چی؟ گاهی خیلی غمگین میشم. از خودم میپرسم اگه یه روز مثل هورس بشی چی میشه؟ آره همه اینطوری میشن. به آدم ها همه جور احساسی دست میده. احساس غمم یکی از ماست. تو تا حالا اینجوری شدی؟ خب آره، هم خیلی افسرده و هم خیلی عصبانی. بعدی که از زنده بودن خودم ناراحت بودم. اما هیچ وقت نخواستی خودتو بکشی؟ نه، هرکس این کارو نمیکنه. تو هم همینطور. از کجا میدونی؟ برایان، همیشه دلیلی برای زنده موندن هست. فقط آدم ها بدون دلیل خوب ببینن. یادت هست وقتی مادرت مرد چقدر غمگین شدی؟ هیچ وقت به اون غمگینی نبودم. اما مایوس نشدی. سعی کردی ادامه بدی. به خاطر کالین، به خاطر ماتیو، به خاطر دکتر مایک. به خاطر تو سالی.